یکی از بهترین روش ها برای اینکه ما بتونیم انگلیسی رو خیلی راحت تر و روون تر صحبت کنیم اینه که بدونیم توی هر موقعیتی از چه جملات یا چه فریز هایی میتونیم استفاده کنیم. به این روش میگن انگلیسی موقعیتی یا situational English. امروز میخوایم توی چند تا موقعیت مختلف جملات یا فریز هایی که میتونیم توی اون موقعیت استفاده کنیم و یاد بگیریم. موقعیت اول زمانی هستش که شما دارین با کسی تلفنی صحبت میکنین، ویدیو کال میکنین، یا اینکه مثلا توی کلاس آنلاین هستین و اینترنت ضعیف میشه یا به هر دلیلی صدای طرف مقابلتون قطع و وصل میشه. توی این شرایط باید بگین You're breaking up. You're breaking up. یعنی صداتون قطع و وصل داره میشه. I'm sorry, you're breaking up. ببخشید صداتون داره قطع و وصل میشه. Michael, you're breaking up. Michael, you're breaking up. You're breaking up. You're breaking up. موقعیت بعدی هم میتونه حضوری اتفاق بیفته وقتی دارین رو در رو با کسی صحبت میکنین، هم پشت تلفن. زمانی هستش که با طرف مقابلتون همزمان یه حرفی رو میزنین و شما میخواین بگین که شما بگین لطفاً، شما بفرمایید. خیلی راحت میگین Go ahead please. Go ahead please. I'm sorry. Go ahead please. ببخشید شما بگید. Right, and I think Go ahead. I'm sorry. Go ahead. Go ahead. I was going to say you're so right and I'm sorry. Go ahead. So حالت بعدی زمانی هستش که مثلا شما توی کلاس آنلاین هستین یا دارین با کسی ویدیو کال میکنین، یه دفعه تصویر طرف مقابلتون ثابت میشه، حالا به دلیل ضعیف بودن اینترنت یا هر چیز دیگه تصویرش ثابت میشه. اینجور وقتا میتونین بگین You're frozen. You're frozen. Frozen به معنی یخ زده هست، اما وقتی میگین You're frozen اینجا به معنی اینه که تصویر ثابت شده. Oh, you're frozen. What? Oh, you're frozen. What? Jennifer, you're muted or you're frozen, actually. There you go. Okay. موقعیت بعدی زمانی هستش که داریم با یه نفر تلفنی حرف میزنین، میخواییم بهش بگین که گوشی رو بدین به فلانی. گوشی رو بده به فلانی. از این ساختار میتونین استفاده کنین. Put someone on the phone. Put someone on the phone. گوشی رو بده بهش. Put him on the phone. Put him on the phone. Okay, please put her on the phone right now. Okay, please put her on the phone right now. Put Marty on the phone. Put Marty on the phone. Put Marty on the phone. زمانی که شما یه شماره ای رو اشتباه گرفتین، البته منظورم از اشتباه گرفتن این نیستش که مثلا به جای 4 زدین 2، منظورم اینه که ناخواسته دستتون خورده یه شماره ای رو گرفتین. اینجور وقتا میتونین از bot dial یا pocket dial استفاده کنین. این کلمه هم از جایی میاد که مثلا آدم ها وقتی که گوشیشون و موبایلشون رو توی جیب پشت شلوارشون میذاشتن میشستن، یه شماره وقتی ناخواسته گرفته میشد میگفتن باد دایل یا پاکت دایل. خیلی هم دیگه مرسوم شده، یعنی دیگه الان هر شماره که ناخواسته گرفته میشه رو میگن باد دایل. این کلمه رو هم به صورت اسم و هم به صورت فعل میشه ازش استفاده کرد. مثلا یکی بهتون میگه که کی بود بهت زنگ زد، میخوای بگی که دستش خورده بود. It was a butt dial. It was a butt dial. It was a butt dial. به صورت فعل هم میشه از این کلمه استفاده کرد. به این مثال دقت کنین. I think you butt dialed me. I think you butt dialed me. میگه I think you butt dialed me. I think you butt dialed me. یعنی فکر کنم دستت خورده. اینجا به صورت فعل استفاده شده. Why are you calling me? Yeah, why are you calling my mom? Relax. It's a butt dial. وقتی با کسی دارین صحبت میکنین که صداش خیلی ضعیفه و متوجه حرفش نمیشین، میخواییم بگیم بلندتر حرف بزن، میگیم Could you speak up? Could you speak up? البته حضوری هم این اتفاق میفته، یعنی با کسی دارین حرف میزنین صداش پایینه، میخواییم بگیم بلندتر حرف بزن. Could you speak up? Really dear, could you speak up? Really dear, could you speak up? Could you speak up, please? Could you speak up, please? حالت بعدی هم کلی هستش، یعنی هم زمانی که دارین رو در رو با کسی حرف میزنین هم پشت تلفن. وقتی که توی حرف کسی میپرین و میخواین بگین ببخشید میونه کلامتون، میگین sorry to cut you off. Sorry to cut you off. امیدوارم که این آموزش هم به دردتون خورده باشه. اگر چیزی ازش یاد گرفتین لطفا لایک و فراموش نکنین و برای دیدن آموزش های بعدی حتما کانال منو سابسکرایب کنین.